زمین لرزگی 6.6 ریشتری بار دیگر مرکز ایتالیا را لرزانده و مرکز زلزله نگاری این کشور میگوید این شدیدترین زمین لرزه است که ایتالیا از سال 1980 تا به امروز به خود دیده. گاردنیا ترتزینی همکار ما از روم میگوید لرزه های متعدد امروز ساکنان پایتخت ایتالیا را آشفته از خواب بیدار کرد. با همسایگان بیرون آمدیم، نگران آشفته. نگرانی ها حالا بیشتر هم شده، چرا که بسیار از پایتخت نشینان خویشاوندان زیادی در لومارکه و اومبریا دارند. خطهای تلفن در آنجا کاملا اشغال هستند. بسیاری سعی دارند با خانواده ها در نزدیکی مرکز زلزله تماس حاصل کنند. Quindi le linee telefoniche sono particolarmente intasate e si sentono per strada persone che cercano di contattare i familiari sul posto, là dove il terremoto ha colpito più duramente, per verificare le loro condizioni, chiaramente. صلیب سرخ ایتالیا میگوید ده ها نفر در این زمین لرزه زخمی شدند، اما تا کلون زمین لرزه تلفات جانی نداشته، اما دو نفر از زخمی حالشان وخیم گذاره شده است. خبرنگار ما میگوید احساس ترس و عدم ثبات در سراسر پایتخت ایتالیا مشاهده می شود. لرزه های جدید یا پس لرزه های وجود نداشته، اما بسیاری همچنان در انتظار ویرانی برخی از ساختمان ها هستند. لرزه ها به حدی بوده که برای چندین ثانیه جسم و بدن بسیاری را حتی در خواب با حالی عجیب مواجه کرد و همچنان این لرزه ها احساس می شود. شهرداری روم ورود به برخی از اماکن عمومی و اماکن تاریخی در این شهر را ممنوع کرده است.